معامله با توافق اتمی جامعه بین المللی با تهران یکی از مهمترین دلمشغولی های رئیس جمهوری آینده آمریکا خواهد بود. هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات که به عنوان وزیر خارجه این کشور به عقد توافق کمک کرده طبعا از آن دفاع می کند و خواستار حفظ آن است، ولی دونالد ترامپ رقیب او از حزب جمهوری خواه از این توافق متنفر است و می خواهد به نوعی آن را تغییر دهد. اما در 23 روزی که در انتخابات مانده، انتشار ویدیوی آقای ترامپ درباره سخنان جنجالی او در مورد نحوه رفتار با خانم‌ها و اتهاماتی در این خصوص بررسی مسائل مهم را به کناری زده و کارزار انتخاباتی را یک ذره زیر و رو کرده است. اشکان سلطانی گزارش می‌دهد. تا به حال 3 نفر مدعی شدند که نامزد حزب جمهوری‌خواه به انواع گوناگون خواستار تماس جنسی ناخواسته با آنان بوده است. اولین مورد هفته گذشته با شرح و تفصیلات کامل در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسید، اما نامزد حزب جمهوری خواه هر 3 مورد را صریحاً و بدون واژه‌های مبهم تکذیب می‌کند. پیدا کردن چند نفر که مایل باشند به خاطر شهرت و یا شاید به دلایل مالی به دیگران تهمت ناروا بزنند کار سختی نیست، یا به دلیل ساده تری که عبارت از متوقف کردن جنبش ما باشد. این تهمت ها نه با حقیقت وفق دارد و نه با منطق و عقل سلیم. ادعا می کنند که من این کارها را 10 سال و 14 سال و 28 سال پیش کردم، اما هیچ کدام شاهد ندارند. باور کنید من این کارها را نکردم. چند ماه پیش رئیس جمهوری آمریکا اولین مقام بلند پایه‌ای بود که دونالد ترامپ را برای احراز پست ریاست جمهوری از هر نظر مناسب ندانست. نامزد حزب دموکرات نیز می‌گوید با جمهوری خواهان اختلاف منش و عقیده سیاسی دارد، اما نحوه مناظره و به ویژه اطلاعات رو شده در مورد گفتار و کردار آقای ترامپ نشان می‌دهد که او برای تحقق آنچه به دنبال آن است دست به هر کاری می‌زند و از پیامدهای غیر اخلاقی آن هم بیمی ندارد. He has now said that he's going to engage in scorched earth attack. او حالا میگه که میخواد سیاست زمین سوخته رو به اجرا در بیاره، انگار که تا الان کاری غیر از این میکرد. همانطور که قبلا هم گفتم، برای من مهم نیست او چی میگه یا درباره من چه حرفی میزنه. من به این چیزها پاسخ نمیدم، اما از کسانی که دونالد ترامپ با آنها توهین کرده، تحقیرشان کرده و یا هویتشان را وارونه نشان داده دفاع میکنم. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که بلند پایه ترین جمهوری خواهی است که با رأی مردم انتخاب شده، بدون نام بردن از دونالد ترامپ میگوید کارزار انتخاباتی اخیر به مرحله رسیده که او دیگر نمیتواند شخصا از نامزد حزبش حمایت کند و ترجیح میدهد تا انرژیش را صرف حفظ اکثریت حزب در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا کند. میدونم که این انتخابات از چند مرحله تیرو در برخی اوقات خیلی تاریک عبور کرده. در زیر این تصویر زشت و ناخوشایند، دو ایدئولوژی و فلسفه در مورد نحوه حکومت در آمریکا وجود داره که در حال نبرد با همند. اولی حامی ارزش‌های بنیانگذاران این کشور مانند آزادی و برابری است و دیگری می‌خواهد چیز دیگری را جایگزین آن کند. اما در هر صورت در حال حاضر از هر 10 آمریکایی 7 نفرشان باور دارند کشور ما راه غلطی را انتخاب کرده است. نظرسنجی‌های ملی نشان می‌دهند که پس از انتشار ویدئوی آقای ترامپ که حاوی گفتار نامناسبی در مورد خانم هاست، فاصله آماری هیلاری کلینتون با رقیبش دونالد ترامپ به صورت معنی‌داری افزایش یافته است. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.